سلام به کلاس درس خوش اومدید خب توی دو تا قبلی ما خیلی کوتاه مفاهیم آمار احتمال رو برای متغیرهای گسسته مرور کردیم با هم دیگه و دیدیم که چطوری میتونیم مثلا میانه، میانگین، مد و سایر پارامترهای یک متغیر تصادفی گسسته رو حساب بکنیم. دیدیم که برای یک متغیر تصادفی گسسته یک تابعی که ما با پی جی نشونش دادیم تعریف میشه که تابع توضیع احتمال هست برای اون متغیر توزیع احتمال هست و احتمال اینکه اون متغیر بتونه مقادیر مختلف رو به خودش بگیره این تابه به ما میده به عنوان مثال مثلا اگر پی دو مساوی با سه دهم ده باشه یعنی اینکه احتمال اینکه مقدار متغیر تصادفی گسستمون دو باشه سه دهم ده یا سی درصد هستش و گفتیم که این تابع این ویژگی رو داره که اگر جمعش بزنیم روی تمام مقادیری که متغیر میتونه به خودش بگیره که در حالت کلی چون متغیرمون گسسته هستش میتونه بین منفی بی نهایت و بی نهایت مقادیری به خودش بگیره اگر پی جی رو روی همه مقادیر رو جمع بزنیم باید برابر با یک بشه چون که به هر حال احتمال اینکه یک مقدار کاملا تصادفی متغیر به خودش بگیره 100 صد درصد هستش نمیتونه هیچ مقداری نداشته باشه متغیر. خب امروز خیلی کوتاه میخوایم در مورد متغیرهای تصادفی متغیرهای تصادفی پیوسته صحبت بکنیم و ببینیم که اون چیزهایی که در مورد متغیرهای گسسته گفتیم چطوری میتونیم تعمین بدیم به متغیرهای پیوسته اولین چیزی که تعریف میکنیم برای متغیرهای پیوسته یک یک تابع چگالی احتمال هستش تابع چگالی احتمال که اون رو مثلا میتونیم با رو x نشون بدیم که این بار x متغیر تصادفی ما هستش مثل مثال گسستمون که با جی نشون میدادیم این بار با x متغیر تصادفیمون رو نشون میدیم و رو x اسمش هست تابع چگالی احتمال چیزی که باید دقت بکنیم اینه که وقتی که متغیر تصادفیمون مقادیر پیوسته به خودش میگیره اون وقت دیگه احتمال اینکه متغیرمون یه مقدار مشخصی رو داشته باشه مثلا احتمال حالا احتمال اگر با پی نشون بدیم پی مثلا x مساوی با دو بیمنی هستش چون این احتمال واقعا صفره وقتی که متغیر و میتونه مقادیر پیوسته ای به خودش بگیره برعکس حالت گسسته که پی مثلا جی مساوی با دو میتونست یه مقدار غیر صفر داشته باشه چون که تک تک ببخشید چون در حقیقت وقتی متغیرمون پیوسته هستش در عمل بی نهایت مقدار وجود داره که این متغیر میتونه به خودش بگیره و در نتیجه احتمال رخ دادن یک حالت خاص یا یک مقدار دقیق همیشه صفر هستش اما در عوض ما میتونیم از احتمال اینکه مقدار متغیر تصادفیمون تو یک بازه ای بیفته مثلا احتمال اینکه احتمال اینکه متغیر تصادفیمون بزرگتر از دو و کوچکتر از صفر باشه از سه باشه این یک مقدار غیر صفر هستش برای یک متغیر پیوسته مثلا این میتونه مساوی با سه دهم ده باشه و به خاطر همین به جای که ما یه تابع توزیع احتمال تعریف کنیم برای متغیرمون یک تابع چگالی احتمال تعریف میکنیم و اون وقت اگر انتگرال بگیریم از تابع چگالی احتمالمون بین دو مقدار مشخص مثلا بیایم انتگرال از A تا B تابع چگالی احتمالمون رو x دی x رو حساب بکنیم این مقدار که دیگه یه مقدار غیر صفر هستش برابر خواهد بود با احتمال یا بیاد احتمال رو با همون پی نشون بدیم احتمال این که متقرر تصادفیمون از آ بزرگتر باشه x و کوچکتر از ب باشه پس چیزی که در مورد این تابع چگالی احتمال باید دقت بکنیم این هستش که مقادیر این تابع در نقاط مختلف مثلا رو دو یا رو سه معنی ملموس خاصی برای ما نداره حتی تک تک این مقادیر ممکنه بزرگتر از یک باشن یعنی هیچ ربطی به احتمال یافتن تا متغیرمون توی نقطه دو نداره یا رو سه هیچ ربطی به احتمال اینکه متغیرمون مقدارش برابر با سه باشه نداره چون اون احتمال کاملا صفر هستش اما رو x ضرب در یک بازه کوچیک از مقادیر x یعنی رو x در دی x برابر هستش با احتمال یافتن متغیر بین x و x به علاوه دی x یعنی توی یک بازه دیفرانسیلی کوچیک چقدر احتمال داره که متغیرمون اون مقدار رو به خودش بگیره پس اگر انتگرال بگیریم از این بین دو مقدار a تا b احتمال این که متغیر تصادفیمون بین a و b باشه رو به ما میده حالا از این نتیجه میگیریم که عین این شرطی که برای تابع توزیع احتمال متغیرهای گسسته داشتیم یه شرط مشابه برای تابع چگالی احتمال متغیرهای پیوسته داریم و اون شرط چیه؟ اون شرط اینه که اگر انتگرال بگیریم از این تابع چگاری احتمالمون بین منفی بی نهایت و بی نهایت انتگرال, انتگرال روی x دی باید مساوی با چی بشه؟ مساوی با یک باید بشه چون که بالاخره احتمال این که این متغیر تصادفی یه مقداری بین منفی بی و مثبت بی داشته باشه 100 درصد هستش نمیتونه دیگه خارج از این که مقداری نداریم یه مقدار حقیقی بین منفی بی و مثبت بی خواهد بود دیگه پس این شرط این هستش که یک تابعی تابع چگالی احتمال باشه برای متغیرم خب حالا عین همون پارامترهایی که تعریف کردیم برای متغیرهای گسسته میتونیم برای متغیرهای پیوسته هم تعریف بکنیم به عنوان مثال میانگین متغیرمون رو که با x بین دو تا علامت گوشی تر میدیم مساوی هستش با چی مساوی هستش با انتگرال از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت x ضرب در روی x dx این میشود میانگین برای متغیرهای پیوسته این حالت گسستش که داشتیم میانگین j مساوی میشد با سیگما از j مساوی منفی بینهایت تا بینهایت j زب در p درسته؟ این حالت گسستش برای حالت پیوسته با یک انتگرال داریم حالا میانگین تابعی از x میشود چی اگه یه تابع f x داشته باشیم که x اون متغیر تصادفی من هست میانگین اف x می شود انتگرال از منفی بینهایت تا بینهایت نهایت ضرب در تابع چگالی احتمالمون که رو x هستش دیه x این هم اینن مثل حالت گسستش هستش که داشتیم میانگین f(j) مساوی میشد با سیگما j از منفی بینهایت تا بینهایت نهایت fj در پی جای. درسته خب این هم پس از میانگین یک تابعی از متغیر تصادفیمون عین همین واریانس متغیر تصادفی مون سیگما دو مساوی می شود با چی؟ مساوی می شود با میانگین دلتا ایکس به توان دو که دلتا ایکس رو این بنویسیم چی تعریف می تعریف می x من های متوسط x یا میانگین x اینو میذاریم دلتا x و میانگین دلتا x به توان دو میشود واریانس متغیر تصادفی پیوستمون که عین حالت گسسته میشود میانگین x2 من های میانگین x به توان دو که عین این رو برای متغیرهای گسسته هم داشتیم پس این میشود واریانس متغیر مون برای متغیر تصادفی گسسته هم این همین رو داشتیم سیگما دو برای یه متغیر گسسته می میانگین جی دو منهای میانگین جی به توان دو خب پس این حالت متغیرهای گسسته همه این تعاریف رو میشه برای یک متغیر تصادفی پیوسته هم کرد با این فرق که تابع توضیح احتمالمون رو جایگزین میکنیم با تابع چگالی احتمال و جاهایی که حاصل جمع داشتیم رو با انتگرال جایگزین میکنیم یک نکته آخر هم که من بگم یعنی در حقیقت گفتم یک بار ولی یک تأکیدی روش بکنم اگر ما بیایم رسم بکنیم یک تابع چگالی احتمال رو به عنوان مثال اگر این محور x باشه و اینجا رو x داشته باشیم و بیایم تابمون رو رسم بکنیم مثلا فرض کنید که ممکنه یک همچین شکلی داشته باشه تابمون بر حسب x خب حالا اگر تو یه نقطه مشخص مقدار برای یک x مشخص مقدار روی x رو نگاه بکنیم ممکنه مقداری بزرگتر از یک داشته باشه مثلا ممکنه چه میدونم ده باشه مقدارش تو این نقطه و همونطوری که گفتیم روی x برای یک x خاص هیچ معنی فیزیکی مشخصی نداره اما اگر بیایم بین دو تا مقدار x انتگرال بگیریم یعنی سطح زیر این منحنی رو حساب بکنیم مثلا از x مساوی آ تا x مساوی b اون وقت مقدار این انتگرال حتماً من از یک خواهد بود چرا؟ چون که احتمال یافتن x بین نقطه A و ب رو داره به ما میده یعنی احتمال اینکه متغیر تصادفی اون مقدارش بین A و ب باشه و اون چون یک احتمال هست حتما مقداری کوچیکتر یا مساوی با یک داره چون احتمال نمیتونه بزرگتر از 100 درصد باشه خب این هم مروری بر آمار احتمال متغیرهای تصادفی پیوسته از ویدئوی بعدی برمیگردیم بحثمون در مکانیک کوانتومی تو کلاس درس بعد میبینم